دوستای عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدوارم هر کجایی که هستین خوب و صحتمند و سر حال باشین. قسمی که میبینید در بک‌گراند ما یک پایه برق است و دقیقاً ما در منطقه قرار دارم که شب گذشته این پایه برق منفجر شده. این که عامل از این چی کسی بوده و چی دلیل داشته که یک بار دیگر یک پایه برق دیگر را اینا زدن و تخریب کردن، میریم از اهالی خود این منطقه، از مردمش میریم میشنویم، یک جو صحبت‌ها رو میداشته باشیم تا اینکه شما هم از جزئیات بیشتر با خبر باشین. پس ما را همراهی کنین. دوست عزیز، یکی از شاهدای عینی این حادثه را با خود داریم و کارمند برشنا هستیم. شما نامتون چی است؟ جمشید جان، این حادثه چی وقت چند بجه بوده که شب گذشته رخ داد و چگونه چی باعث ازی شد که منفجر شده؟ تا 5 بجه شام ما در سالنگ در پایه سالنگ کار میکردیم. قرار بود که دیشب برقای همه کابل وصل شد، نه؟ قرار که چالان شد. نیم ساعت گذشته اول با ما آمد که در منطقه چایکل پایه رسیدن. هم زمان که ما رساندیم خدا ساعت 9:30 بجه بود، همینجا ما رساندیم خدا در 9:30 بجه آمدیم که پایه خواه است دیگه. نیروی امنیتی با ما اجازه نداد که در داخل سایه کار داریم. یعنی بین ساعت 8 تا 9 بجه این منفجر ساختنی هست؟ 9:15 یا 9:20 دقیقه بود که چپه شد پایه، انفجار شد پایه. چی باعث ازی شده؟ ماین مانده بودن؟ با راکت زدن؟ چی مشکل بود؟ ماین مانده نید، در جای پایه ماینای مخصوص جور کردن. خب که از رای دور ریبوت میشه، تلفوندار هست. در خود پایه ماین یعنی جاسازی کرده بودن؟ در خود پایه جاسازی کرده. اگه رای دور میره چندی دفعه که ما دیدیم هم نیروهای امنیتی هم که آمده همزمان که گیر کرده در پایه تلفون هاست. تلفون های ریموتکی است که رای دور میره بده ریموت دهی که زنگ میایه و همزمان انفجار میشه. تقریبا هم یک پایه که تخریب شده میشه بگویی تخمینی که مثلا چند خانه یا مثلا چند خانه مربوط از این میشد که ببرق شد با تخریب هم یک پایه؟ تخریب پایه خواه اگر بگویم تخمینی اگر بگویم از تخمینن از 10 ولایت بیشتر ببرق شده و به شمول مرکز. از سالنگ شمالی شروع که فعلا ببرق است تا خود مرکز که غزنی و کابل است و جلال آباد است و نیمگرار است و پروان است و پنشیر است و کاپیسا است، اینمی ها هم زمان ببرق شده. از دیش اوتوال کار کرده را هستین؟ چقدر کار از این پیش رفته؟ این دیگه کارش یک 20% تا فعلا پیش رفته که نیروهای ما در سالنگ کار کرده را هستن. ما را خواستیم که حالا فعلا یادم اسکاواتور آوارکاری داره که ما کرندای 50 تن هم میطلبیم. دو تا کرند این طرف استاد میشه، دو طرف این طرف لاینا را واس میکنیم و با از نیروی تکنیکی کرند بلند میکنه و ما زیرا دوباره توتا اندازی میکنیم و اوش که ضرورت داشت آینش را بدل میکنیم، اوش که با بولدینگ کاری میشه بولدینگش میکنیم، مقصد دوباره ترمیم کاری میکنیم. گذشته از اینکه چندین پایه رو یک جای تخریب میکنن از طرف مخالفای دولت است، مثلا طالبان است اینا، نه زمانی که یک پایه برق تخریب میکنن چقدر مدت زمان میگیره تا دوباره او ترمیم شه و دوباره پس برق وصل شه؟ مثلا امی ترمیمش چند روز دیگر در بر میگیره؟ این خود سایه مختلف داره. اگر مثلا جای اواری باشه و جای امکاناتی باشه که به ما امکانات رسیدگی بتانه که همزمان کرن بیایه و اسکاواتور بیایه اوارکاری شوه دیگه میشه که امشالا که همی پایه را در ظرف یک سی روز امشالا خلاص میکنیم. در ظرف سی روز بان سالنگ 20 روز ما فکس 20 روز شد که در سالنگ اراضی خراب بود، در کوه بود. 20 روز شد که ما مجزه در رئیسیم دو پایه که دیروز کمک همکاری های ولتاژ هر ولایت که فعلا آمده در پروان در مدت 20 روز دو پایه را دیروز ساعت 8 بجه شب کارش کار تمام که خلاص شد که ما برق وصل کردیم. دیگه اون کارش تمام شد که برق چالان شد که اینجا را زدن. به توکل به خدا و انشالله این آخرین پایه برق باشه که تخریب میشه و انشالله هیچ وقت دیگه اتو یک حادثه رخ نده بخاطر از که همه ما شما در جنجال هستیم. تشکر، بخیر باشی، بدر سلامت باشی. دوستان عزیز، موقعیت ما فعلا دو سرکه بگرام است، دقیقا جایی که انفجار شده بود، انفجار پایه برق و برق اینا منفجر ساخته بودن دقیقا شب گذشته.
و مربوط ولسوالی پروان میشه اینجا و درست دوسته ایزی میتونین که در تصویر شما ببینین که از کدام نقطه تخریبی پای برق شروع شده، یعنی چقدر این ساحه را دربر داشته و چقدر این تخریب با خود داشته و چقدر جای را خراب کرده. ولی جای خوشی دیگه است، جای خوشبختی دیگه است که هیچ کسی از اهالی منطقه اوگار نشده و اصلا آسیبی چیزی نیده. فقط تنها چیزی که رخ داده چپه شدن و تخریب شدن پای برق است که طبعا یک مشکل خیلی جدی رایی دربر داشته، ولی خوشبختانه کسی از این ناحیه از ناحیه منفجر شدن پای برق آسیب جدی ندیده. دوستای عزیز ممنون از اینکه ما تا اینجا همراهی کردین، بیننده بودین و مطمئنم که شما هم یک مقدار اطلاعات حاصل کردین در رابطه با اینکه یک پای برق در این قسم یک منطقه منفجر ساختن برای چندمین بار. و وقتتون بخیر باشه، حتما لایک سابسکرایب داشته باشین، کامنت بگذارین، ما در خدمتتون هستیم.